از کوچه رندان درباره زندگی و اندیشه حافظ نویسنده دکتر عبدالحسین زرینکوب تهیه شده در بنیاد آینه بسیاری از این حدیث ها در آن زمان ها نزد اهل علم زبان زد بوده است و در مجالس و مساجد نقل می شده است پیداست که برای یک حافظ جوان که با مدرسه سر و کار داشته است و با بحث کشف کشاف آشنایی با این احادیث طبیعی بوده است و عادی در واقع ذکر درس و مدرسه در شعر او بسیار است و اظهار ملالی که از آن می کند اظهار ملال واقعی است و از نوع دلزدگی و ملال تمام صاحب دلانی که صدای خرد شدن و شکستن گوهر عمر خیش را در انعکاس قیل و قال بی حاصل اهل درس و بحث و در زیر تاق رواقهای ملالنگیز مدرسه دریافتند این نکته نشان می که او اهل مدرسه است اهل قیل و قال خشک بی حاصل مدرسه که در آن صحبت درس است و بحث و مسئله و لقمه های شبه و مال اوقاف با مشاجرات دائمی در باب نحو و لغت و معانی و بیان و حکمت و ادب از این علم مردریگ اهل مدرسه که دهان او را پر از عربی می دارد تأثیر بسیار در شعرش هست یک جا وقتی دهان تنگ معشوق را می خواهد وصف کند به جای آنکه از آن به قنچه فرو بسته تعبیر کند یا آن را به دل شاعر تشبیه کند که شاعران دهان معشوق را بدان مانند می کند چنان که شیوه اهل مدرسه است و مثل بعضی از علمای قافی سنج عرب به یاد جوهر فرد می افتد. یعنی جزء لایتجزای متکلمان که حکما و اهل نظر در نفی و اثبات وجود آن بحث ها دارند و برهان ها. جای دیگر وقتی میخواهد دختر رز را نور چشم عزیز خیش بخواند مثل یک طالب علم که با هم درسان و هم زبانان خیش صحبت می دارد، از نقاب زجاجی و پرده انبی یاد می کند که شراب هم مثل نور چشم انسان از آنها بهره دارد به وجه دیگر نظیر این خودنمایی ها که شعر اهل مدرسه را از شعر طبیعی جدا می کند در کلام او هست و حاکیست از تأثیر مدرسه در وی یک جا وقتی قدرت جازبه ای را که در چشم معشوق هست یاد می کند به یاد شیر آفتاب می افتد که هم شکار عشق است و از ابروان دوتای وی قوس مشتری را به خاطر می آورد که خانه مشتری است این تردستی زیرکانه است از آشنایی شاعر با نجوم و استقراق وی در اصطلاحات وقتی با ساقی صحبت می کند و حدیث گردش جام در میان می آید از دور جام به یاد دوری می افتد که در زبان اهل کلام هست و اهل منطق دور و تسلسل و نمی تواند این معلومات خود را به رخ ساقی بیچاره هم نکشد. می گویید در عوض مضمون زیبایی از آن ساخته است؟ درست است. این هنر خاص حافظ است و هنریست بزرگ. اما به هر حال، تأثیر محیط در ذهن او جالب است. همین محیط مدرسه است که حافظ را با ادب، ادب عربی و حکمت اصری آشنا می کند و نشان این آشنایی در دیوانش جایی نیست که نیست. ادب عربی که یک مرجع عمده است در فهم بلاغت قرآن، مخصوصاً اساس تعلیم بوده است در مدرسه و چیزی که انس و آشنایی شاعر را با آن نشان می دهد است که از اشعار شاعران عرب کرده است به اضافه ها و اقتباسهایی که گاه بعضی ابیات او را ترجمه هایی نشان می دهد از اشعار عرب اما تزمین شعر عربی از همان اولین شعر دیوانش دیوان موجود پیداست اولین بیت این غزل را میگویند تزمینی از یک شعر عربی است منصوب به یزید ابن معاویه که شاعر بنابر مشهور برای ایجاد تناسب با قافیه منظور خیش دو مصرع آن شعر را پس و پیش کرده است در واقع هرچند ممکن هست این مصرع تزمین گونه ای از یک شعر عربی باشد اما انتصاب آن به یزید قبولش دشواری ها دارد معهازا این نیز تنها مورد حاکی از تزمین شعر عربی در کلام شاعر نیست و حافظ از شاعران دیگر هم مکرر تزمین هایی کرده است چنانکه که یک جا مصرعی از متنبی را با اندک تغییر در شعر خیش درآورده است و جای دیگر یک مصرع از شریف رزی را حتی از قصیده برده بوسیری که در زمانی نزدیک به عصر خود او در مصر میزیسته است چند لفظی را در یک قزل خیش گنجانیده است که هرچند تضمین سریح نیست الفاظ گزیده چنان با قصیده برد مربوط است که در توجه حافظ به آن قصیده جای شک نمیماند. ماند. جاهایی هم هست که مسئله تضمین نیست، اخذ است و اقتباس. معنی و مضمون یک شاعر عرب طی مطالعات سالیان دراز در خاطر او باقی مانده و گهگاه در موارد مناسب در شعر او منعکس شده است. در خیلی از این موارد قوه شاعره او در آن معانی تصرفات قابل ملاحظه کرده است و آنها را به صورتی درآورده که دیگر در اصالت آنها جای حرف نیست. با این همه سابقه انس و آشنایی حافظ با شعر عربی همیشه این شایبه را در ذهن خواننده می آورد که از کجا حافظ با آن همه تجسس که می گویند در دواوین عرب داشته است از آنچه پیش از وی در بیان آن معانی آورده اند بی اطلاع مانده باشد حتی با آنکه بعضی از این مزامین معانی مشترک است شباهت آنها در لفظ و معنی با آنچه شاعران عرب گفته اند این فکر را به خاطر می آورد که شاید در آن موارد اشعار عرب منشأ فکر یا محرک خیال حافظ شده است از آن جمله است فلمسل جایی که شاعر پیری زودرس را در وجود خیش حس می کند اما آن را نمی خواهد از گردش سال و ماه بداند ناچار به گردن دوست یا دوستان میگذارد و آزار و بیوفایی آنها میگوید: من پیر سال و ماه نیم یار بیوفاست و اضافه می کند که یار عمر است که بر من میگذرد و عجب نیست که مرا پیر کند. این یک فکر لطیف اما عام است که شاید برای خیلی ها پیش بیاید و درست است که حافظ آن را لطف و زرافتی خاص بخشیده است. اما وقتی ابو فراس شاعر عرب هم نظیر همین مضمون را می سراید و مثل حافظ میگوید که من نه از سال خوردگی است که پیر شدم آنچه از دست یاران دیدم پیرم کرد ناچار پیوندی بین آنها به خاطر می آید آنچه حافظ در توجیه ارتباطی که بین پیری خود او با بیوفایی هست بیان می کند، اصالت و تراوت خاصی به سخن او میدهد. که در کلام ابو فراس نیست یا وقتی حافظ در مقابل اعتراض نصیحتگران و مدعیانی که منع عشق می کنند جمال چهره معشوق را حجت موجه خیش می خاند، ممکن هست که این فکر او یک معنی عادی باشد اما وقتی همین مضمون را در سخن یک شاعر قدیم عربی زبان می توان یافت که شعر او در کتب صوفیه نیز آمده است این شایبه به خاطر می آید که حافظ از کجا که بیخبر از این سابقه بوده باشد وقتی صحبت از روز حشر است و از عشقی که درد و داغ آن حتی در ماورای گور هم انسان را دنبال می کند وی نیز مثل سعدی و هر عاشق صادقی حق دارد با درد و نیاز بگوید که آن روز هم وقتی از خاک لحد برخیزم داغ سودای تو هم سر سویدا باشد و که میتواند تواند این را یک فکر مسبوق بداند یا معخوز اما یک شعر مجنون که حافظ آن را در کشاف شاید مکرر خوانده بود تقریبا همین مضمون را دارد و نمی توان احتمال داد که چنان شعری در ذهن چنین شاعری بی تأثیر مانده باشد همچنین این اندیشه که انقا را نمی توان به دام آورد معنی غریبی نیست و سعدی و انوری هم آن را آورده اند. لیکن حافظ یک مضمون را که شامل این فکر است دو بار تکرار کرده و هر دو بار با خونسردی و بلند پروازی تمام خود را از آن که در دامهای خاکی گرفتار آید برتر شمرده است. چیزی که نظیر آن در گفته ابوالعلاء معری هم هست و قوت و انسجام آن به قدری است که حتی ممکن است با وجود تداول و شهرت معنی انوری و سعدی هم آن را از همین شاعر عرب گرفته باشند در تصور عرفانی رمزآمیزی هم که حافظ از شراب دارد کلام او گهگاه یادآور خمریه ابن فارز است و با توجهی که حافظ به سخن عراقی نشان می دهد و با تزمینگونه ای از قصیده برده بوسیری دارد آشنایی او را با ادب ابن فارز که مربوط به محیط عرفان و ادب روم و مصر است نباید قریب شمرد. خاصه که ارتباط امیر مبارز با خلیفه پوشالی عباسی در مصر نیز ممکن است یک چند تا اندازه ای موجب پدید آمدن روابط معنوی و رفت و آمدهای بیشتری بین فارس و مصر شده باشد. مشابهت های دیگر هم بین بعضی حرف های حافظ و کلام شعرای عرب هست، درست است که این شباهت ها به هیچ وجه آنقدر نیست که بتوان آنها را بر اخذ و اقتباس حمل کرد اما لاعقل از آنها میتوان دریافت که آن معانی در گفته حافظ ابتکار نیست مسبوق است و شاید از نوع مزامین مشترک از جمله این گفته خاجه است که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها و این نکته است که حافظ تکرار هم کرده است اما کیست که وقتی از متنبی هم بشنود که میگوید در من بنگر که منظرم برای آن کس که عشق را آسان میپندارد ترساننده است به یاد شعر حافظ نیفتد و یا آن را سابقه ای برای فکر حافظ که اتار در اسرار نامه خیش یک جا از پیش جواب جالبی به آن داده است نشمرد این که با ماه آسمان فقط از دور میتوان عشق بازی کرد و آن را نمیتوان توان در آغوش کشید امری است که تمام عشاق این اختر شبگرد آن را به تجربه دریافته اند و خاقانی هم که ماه برایش چیزی دست نیافتنی بود، معشوقی را که فقط باید از دور به دیدارش قناعت کرد، به ماه تشبیه می کند. اما حافظ این معنی را بحانه ای کرده است برای یک گفت و شنود آشقانه با معشوق. با لابه و تمنا از وی می پرسد چه شود که از یک بوسه تو دل خسته ای بیاساید؟ و از زبان او پاسخ مییابد برای خدا روا مدار که بوسه تو رخ ماه را بیالاید تعبیری شاعرانه است و گفت و شنودی تو ام با زرافت اما نکته اینجاست که تقریبا عین چنین گفت و شنودی هم چند قرن پیش از حافظ بین یک شاعر عرب تمیم ابن معز با معشوق روی می دهد شاعر عرب هم از این معشوق خیش بوسه می خواهد و او که از شرم و بیم سرخ و زرد شده است بعد از تردید و تعلل می گوید آخر روی من ماه تمام است و کسی که ماه را نگاه می کند از وی بوسه نمی شباهت و قرابت دو مضمون پیداست و آیا باید گفت حافظ مضمون خیش را از شاعر عرب گرفته است؟ تهاشی از این که در موسم گل و بهار انسان از شرابخواری توبه کند از معانی متداول و مکرر حافظ است میگوید هاشا که من به موسم گل ترک می کنم و باز میگوید که اگر من در وقت لاله و گل از بزم طرب کناره کنم باید دماغم را علاج کرد و تکرار می کند که وقتی فکر توبه به سرم می زند باز چون به یاد بهار توبه شکن می افتم، از توبه پشیمان می شدم و این معنی در شعر حافظ آنقدر تکرار می شود که از مختصات فکر حافظ شمرده تواند شد. با این همه نظیر آن را شاعران قدیم عرب هم مثل ابو نواس و دیگران گفته اند و از آن جمله است قطعه ای از یک شاعر قرن چهارم به نام ابن تبا, تبا که مثل حافظ از شکوفه و شبنم و از جنبش شاخه و گل صحبت می کند و می پرسد چگونه می توانم با چنین حالی که هست؟ شراب را ترک کنم. بیشک این همان فکر حافظ است که او را این همه با خیام نزدیک می کند و در عین حال فکری است مسبوق نه ابتکاری. با این همه لطف بیان حافظ و قدرت سخنسرایی او در همین معانی مسبوق جلوه دارد زیرا وی حتی این گونه معانی را با چنان لطف و قدرتی بیان می کند که جز با تعمل و تفحص نمی توان دریافت که اصل آنها ابتکاری نیست، مسبوق است و شاید معخوز. در هر حال این مایه اخذ و شباهت که در شعر حافظ هست، کلام او را رنگ کلام اهل مدرسه می دهد و حقیقت آن است که الفاظ و تعبیرات اهل مدرسه در سخن او بسیار است.